به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های کلید واژه. موضوعی که امروز قرار است دربارش صحبت کنیم و بررسی کنیم آخرین تحولات جنگ غزه است که 6 ماه ازش میگذره و وارد ماه هفتم شده. در این رابطه در خدمت سرکار خانم ملیحه محمدی هستیم، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی که امروز قبول زحمت فرمودن و در برنامه حضور پیدا کردن. خیلی خوش آمدید خانم محمدی. ممنونم، منم از وقتی که به من دادید سپاسگزارم. سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان شما هر زمان که ببینن برنامه رو. خواهش میکنم. خب ما در حالی وارد هفتمین ماه از جنگ غزه میشیم که متاسفانه آمار تلفات مردم غزه از 32 هزار نفر گذشته که شوربختانه اغلب اونها کودکان و زنان هستند. از سوی دیگر خبرهای منتشر شده نشون میده که اسرائیل از منطقه خان یونس عقب نشینی کرده و دلیل این عقب نشینی هم این بوده که در ادامه در تلاش تا حملات گسترده‌ای رو به رفح انجام بده. اما موضوعی که چند روزه در صدر اخبار قرار داره مسئله پاسخ نظامی ایران به اسرائیل مطرح میشه در باب حمله‌ای که در روز 13 فروردین اسرائیل با هواپیماهای خودش به کنسولگری ایران در دمشق انجام داد و در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت از این جهت که آمریکا به ایران پیشنهاد داده که از حمله به اسرائیل، حمله مستقیم به اسرائیل صرف نظر کنه تا از اون سوی آمریکا بتونه اسرائیل رو تحت فشار قرار بده برای آتش بس در غزه. اما خب دیروز با توجه به صحبت‌های مقامات ایران و همچنین وزیر امور خارجه که در دمشق بود و صحبتی که مطرح شد، اینجور به نظر میاد که ایران این مسئله رو نپذیرفته و بنابراین با توجه به اخبار منتشر شده در رابطه با تحرکات نظامی داخل ایران، اینجور به نظر میرسه که پاسخ ایران قطعی خواهد بود. ما امروز در رابطه با این مسئله صحبت خواهیم کرد و مسئله از این قبیل در رابطه با جنگ غزه. اما اجازه بدید اولین پرسشم رو با شما خانم محمدی اینگونه آغاز کنم که به نظر شما مهمترین هدف اسرائیل از حمله به کنسولگری ایران در دمشق چه چیزی بود؟ ببینید، اسرائیل همونجوری که میبینیم اهدافی رو برای خودش تعیین کرده بود، خیلی با قاطعیت و اعتماد به نفس پوشالی بونتها در واقع به هیچ کدوم نرسید. اونا عملا میگفتن که اصلا کشتن غیر نظامیان برای اینه که اینا طرفدار حماسن و این بچه ها روزی حماسن. بنابراین ما اینکه نشون دادن که غزه رو میتونن نابود کنن برای اینکه حماس رو از بین ببرن، خب به این هدف نرسیدن. اما به هر حال با ادعاهایی که اونا کردن و توقعاتی که در بخش افراطی خودشون و متعصبین تندروی خودشون برانگیختن، نمیتونن تسلیم بشن به یک قانونیت و یک سری قواعد بین المللی. ما نتونستیم، اسرا رو مبادله میکنیم، میشینیم سر جامون همونطوری که عقل حکم میکنه. چون این کارو نمیتونن بکنن، دائما در پی ایجاد تشنجات جدید، خبرهای دیگر هستن برای اینکه این ناتوانی رو که با اون قدرت اعلامش کرده بودن در واقع بپوشونن و حواس رو به مسائل دیگه پرت بکنن. میدونن که حالا حمله به یک ساختمانی، کشته شدن تعدادی از کسانی که همیشه برای کشته شدن آماده هستند، این نمیتونه در سرنوشت یک مبارزه استراتژیک بین مردم منطقه، چه ایران چه دیگر مردم منطقه، حالا با حتی اگر رهبرانشون هم باهاشون اشتراک ندارن، نمیتونه سرنوشت ساز باشه. اما میتونه مثلا ایران رو وادار بکنه به یک حرکت سریع که همه ابعادش سنجیده نشده باشه و تکلیف ایران رو اینجا از نظر خودش برای آمریکا و غرب روشن بکنه که این ایرانه و دیگه کار دیگه‌ای نمیشه کرد.
خب بدترین حالت برای اسرائیل همیشه منتظر حمله بودنه، یک تهدید دائمی از جانب ایران، همطور که ده همیشه همینطوره. وقتی شما یه تهدید دائم، این یک شمشیر دموکراس برای سرتون هست که نمیدونید کی فرود میاد، همین گیجی و در هر حال سردرگمی ایجاد میکنه که نتونید سیاست معینی رو داشته باشید. طبیعیه که ایران در زمانی که اون حمله کرده و منتظر یک واکنشه، هر حرکتی بکنه در جا همونیه که اسرائیل میخواد، فرقی نمیکنه. یک کنسولگری رو بزنه توی کشور دیگه حالا مثلا، یا یک جایی رو در اسرائیل، همونی که اسرائیل میخواد و علاقمنده که بتونه با توجه به اینکه محبوبیتش رو داره در بین سران غرب هم از دست میده، بتونه توجه رو به این طرف جلب کنه که ببینید ایران دشمن عینی و واقعیه. و به نظر من ایران داره درست رفتار میکنه. هرگز نگفت. حالا با توجه به گزارش هایی که داره میاد از خبرگزاری های معتبر جهان، مثلا اینتلی تایمز گفته مقدمات اولین عملیات چند جبهه‌ای ایران علیه اسرائیل به پایان رسید و عملیات به زودی آغاز میشه. امروز یکی دو تا از مقام های نظامی ایران هم در این رابطه صحبت کردند و سی ان ان هم همچنین گفته به نقل از یک منبع آمریکایی که پاسخ ایران این هفته خواهد بود. حالا شما توی تحلیلتون و صحبتتون گفتین که بهتر ایران پاسخ نده، ولی اینجور به نظر میرسه که ایران قرار پاسخ بده. به نظر شما این پاسخ اگر بخواد داده بشه باید چگونه داده بشه؟ یعنی از نظر شما کلا رد میکنید؟ به نظر شما نباید پاسخ بده؟ من اصلا نگفتم ایران نباید پاسخ بده. حدسیاتی که زده میشه باید این طور باشه: ایران از چند جبهه حمله میکنه، ایران مستقیما به اسرائیل، به کنسولگری ها یا به منافع امریکا در منطقه. همه این حدسیات رو مجبوره که اسرائیل در نظر بگیره و ایران از یکی از اونها میتونه استفاده بکنه یا یه چیزی خارج از اون کسه. من به خودم که اجازه نمیدم. در یه مسائلی هستش که آدم به خودش اجازه حدس و گمان میده بر اساس تجربیات و همه اون چه که میدونه. در یه جاهایی هست که من شخصا دوست دارم وارد نشم، اما میدونم که این حالت بیم و امید و این نگرانی که برای اسرائیل وجود داره و همه این پیشبینی ها که میکنن، این پیشبینی ها هم به یادتون باشه که ما بارها شاهد بودیم توی جنگ های مختلف، موقعیت های مختلف، از CNN تا نیویورک تایمز تا گالوب تا همه یک به اصطلاح حدسیاتی زدن، آمار ارقام گاه اتفاق کاملا برعکس بوده یا مطابق با یکی از اونها. من فقط به خودم در این حد اجازه میدم، چون واقعیت اینه که این حمله خیلی وحشیانه و واقعا در قالب یعنی نتانیاهو مسلک بود چه این حمله که شد و همه رو، من و بعد دیگران ایرانی ها رو، همه رو چون براشفته کرده و یک حس انتقام طبیعی و منطقی به وجود آورده، موجب ناامیدی نباید بشه اگر اینکه ایران از یکی از این راهایی که ما مردم یا دیگران منتظرن اقدام نکنه. اینکه ایران بخشیده باشه این رو و اقدامی نکنه چنین چیزی نیست. حضور ایران یک تهدید دائمیه برای اسرائیل و در به نظر من در موقع مناسب تیه حرکتی که معنادار باشه حتما پاسخ میده. بیش از این من نمیتونم وارد حسیاتی که میزنن خبرگزاری ها بشم. خواهش میکنم. من اینم اشاره کنم، بلومبرگ هم گفته که ایران تجهیزات پدافندی خودش رو در عراق و سوریه مستقر کرده و همچنین خب سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم دیروز اشاره‌ای به این مسئله کرد و گفت مسئولان ایرانی تصمیم قاطع گرفتن که پاسخ بدن به اسرائیل و این پاسخ مستقیم خواهد بود. اما سرکار خانم محمدی، ما در این 6 ماه خب حالا اسمشو میشه نسکشی گذاشت، جنایت گذاشت، جنایاتی از اسرائیل دیدیم که خب بی سابقه بوده در طول این 70 و اندی سال پیش که از شروع تشکیل این دولت. از سوی دیگه ما با توجه به فشارهای نهادهای بین‌المللی رو که روی اسرائیل وجود داشت که در رأس اونا سازمان ملل بود، خب قطعنامه تصویب شد برای آتش‌بس در غزه، آتش‌بس فوری در غزه،
و تصمیمات از این قبیل مثلا در نهادهای موازی مثل دادگاه لاهه که دستور داد به توقف جنگ در رابطه با نسل‌کشی این مردم غزه، میخواستم این پرسش رو با شما مطرح کنم. خب این نهادهای بین‌المللی در رأسشون سازمان ملل که حتی خودشون هم یعنی خود اعضای سازمان ملل هم قربانی دادن در این جنگ و در هفته اخیر مثلا خیریه آشپزخانه مرکزی که 7 تن از نیروهای خودش رو در غزه از دست داد، هیچ کدوم اینها مسلمان نبودن، لهستانی درنشون بود، بریتانیایی بود، آمریکایی بود. اما یک استاندارد دوگانه‌ای وجود داره در اینجا. مثلا به کشورهای نظیر ایران که میرسن میگن که خب حقوق بشر داره نقض میشه یا انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز نیست، فوراً قطعنامه صادر میکنن، فوراً اجرا میکنن، یعنی لازم الاجراست. اما به اسرائیل که میرسه این استاندارد دوگانه خیلی خودشو نشون میده و ما میبینیم که هیچ عملی و هیچ دستور عملی قابل اجرا نیست در رابطه با اسرائیل. مشکل حقوق بین الملل این وسط چیه؟ چرا یک جهان نمیتونه در برابر یک رژیمی که اینگونه جنایت میکنه بایسته؟ ببینید، اولا من تو مصاحبه های دیگه هم گفتم، اینجا بگم استاندارد دوگانه وجود نداره، بلکه غرب به ویژه آمریکا، غرب واقعا به سرکردگی امریکا هیچ استانداردی نداره. کما اینکه تو هر دیدید که تو هر عهدنامه‌ای، تو هر توافقنامه‌ای میتونه وارد بشه و هر وقت که دلش خواست خارج بشه. هر هیچ عملی که روی کاغذ به هر دلیلی ضبط شده باشه برای آمریکا و غرب لازم الاجرا نیست، مگر اینکه همون که شما گفتین، طرفی که از نظر اونها مرتکب این عمل میشه دشمن اونها یا دوست اونها باشه، در اختیار اونها باشه یا در مقابل اونها باشه. شما ببینید، از بعد از جنگ جهانی اول، از 1900 بیش که جامعه ملل تشکیل شد. برای چی تشکیل شد؟ برای اینکه به اصطلاح جلوگیری از وقوع جنگ های دیگه و به هر حال کنترل جهان که اصلا جنگ نشه. از اون به بعد تا جنگ جهانی دوم، شما هیچ جایی ندیدید که سازمان ملل بتونه اعمال قدرتی بکنه. جامعه ملل که اون موقع چند تا الان خاطرم از کشور بودن منهای آمریکا، بتونه حرکتی بکنه یا نظر خودش رو در مورد عدم وقوعی اثبات کنه. بنابراین ما هرگز شاهد این نبودیم. خود ژاپن مثلا میخواست منچوری رو اشغال کرده بود، وقتی مخالفت کرد جامعه ملل، خودش از جامعه ملل خارج شد. یا مثلا حالا ایتالیا به حبشه حمله کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد. شوروی به فنلاند حمله کرد، حالا اتفاق افتاد، اخراج کردن، همون داستانی که شما میگی. حالا که در حالی که اونا ادعای ارضی داشتن و سالها مثلا 100 سالی جزء روسیه بودن و همه حرفها، اونجا مثلا این عمل کرد. خب در واقع جامعه ملل هیچ کاره بود. بعد از جنگ جهانی دوم هم که سازمان ملل متحد تشکیل شد که اصلا منشور، حالا نقل به معنا میکنم، ماده 2 منشور سازمان ملل اصلا میگه که در روابط بین اعضا هیچ گونه تهدید یا اعمال زور، حتی تهدید و ارعاب نباید باشه. معناش اینه که جنگ نظامی نباید بین کشورها اتفاق بیفته. خب مگر مسئله اسرائیل رو امروز و فردا، اصلا وقتی که در 1945 بود دیگه که این اتفاق افتاد، در وقتی به ویتنام حمله کرد آمریکا با اجازه سازمان ملل حمله کرد؟ نه، تمام حقوق مراجع حقوق بین المللی همه اینا علیه این جنگ بودن. 20 سال اونجا رو بمبا، تا وقتی که شکست خورد و خارج شد. به یوگسلاوی چطوری حمله کردن 99؟ مگر اجازه سازمان ملل داشتن؟ فقط اجازه، فقط مسئله آسمان بود که بسته باشه، نباید میرفتن. اینا حمله کردن اونجا. به افغانستان با اجازه سازمان ملل حمله کردن. این همه یعنی عراق رو چطوری نابود کردن؟ اسرائیل به لبنان چطوری سال 2006 حمله کرد؟ بنابراین اساساً سازمان ملل و ارگان‌های وابسته به اون از زمانی که به وجود اومدن، از آغاز هم
در واقع اینا برای این به وجود نیامده بودن که جنگ نشه، برای این بود که جنگ ها در مسیر منافع ابرقدرت ها تنظیم بشه، کدوم کجا جنگ بشه، کی آتش بس بشه، کی دوباره، یا به نفع کی باید جنگ تموم بشه. آقای اوباما یه دفعه میگه من میگم مثلا اسد باید بره، کسی هم هیچ کس هم نمیتونه، یعنی این سوال وجود خیلی وجود داره ولی کسی طرحش رو بیهایده میدونه، همه طرحش میگه آقا به شما چه مربوطه سوریه، شما تو سوریه مثلا چه کار دارید. بنابراین سازمان ملل تنها کاری که از زمانی که جامعه ملل بوده تا الان تنها کاری که کرده یه سری خدمات، حالا حقوق بشری، نمیدونم کودکان بی سر، یک سری کارهای اینجوری انجام داده که اصلا در قد و قواره اون چیزی که اعلام کرده نیست. بنابراین امید مردم، امید جامعه جهانی که هر روز داره بیدارتر میشه و این جوانهایی که ما داریم تو غرب میبینیم که باور داشتن حکومتهای خودشون باور میکنن حکومت دموکراتیک دارن، الان شما وقتی میرین تو خیابونا دروغگویی رسانه ها، دروغگویی دولت ها جز شعار هاست. حتی تو آلمانی که شما میدونین مسئله اسرائیل چه واقعا تنگناییه و چه حریمیه، یک نوع تابو حساب میشه مسئله اسرائیل. اینجا میرن و تو شعارهایی که مثلا شنبه ها هست اینجا، در حالی که اینجا نمیتونه اصلا به وسعت انگلستان برقرار بکنه، ولی همه اینا که جوانای آلمانی هستن، اکثرا جوان هستن، همه شعارهاشون حاکی از اینه که مدیا دروغ میگه، دولت دروغ میگه، اسلحه نتانیاهو بمباران میکنه، آلمان داره ساپورت میکنه، شعارها خیلی واضحه و پلیسا هم میستادن، فقط کاری که میکنن نگاه میکنن. این در جهان بی سابقه، سازمان ملل نتونسته کاری بکنه. اما مردم به ویژه این نسل جوان در غرب که من میبینم، من 30 سال اینجا هستم، یعنی هر چی که شما رسانه ها، رادیو تلویزیون، همه اینا محدود میکنن، اصلا فاشگویی مردم، اعتراضاتشون، اینا هر روز بیشتر و بیشتر و بازتر میشه. جامعه داره از پایین تغییر میکنه. سازمان ملل هم به عنوان یه جریانی که حالا اونجا ساخته شده دیگه، با گفتم در واقع به خاطر اینکه هدایت جنگ ها، نه اینکه اونطور که رو کاغذ اومده جلوگیری از جنگ، دارن اون رو هم تنظیماتش رو به هم خواهند ریخت و جهان به سمتی خواهد رفت که واقعا این جریان، این سلطه جویی آشکار، این گستاخی، این نسل کشی، این قتلگاه انسان که اینا درست کردن فرو بپاشه و واقعا مردم از راهایی که خودشون میدونن تغییر بدن. جامعه جهانی معناش امروز دیگه سازمان ملل و دوبل نیستن. چیزی که من متوجه شدم در واقع منظور شما اینه که آمریکا و ابرقدرت جهان و کشورهایی که همپیمان هستن باش از سازمان ملل به عنوان یک ابزار استفاده میکنن جهت پیشبرد سیاست‌های خودشون، سیاست‌های استعماری خودشون و جنایات خودشون. دقیقاً جنگ ها رو هدایت میکنن به اون سمتی که خودشون میخوان. هرگز، برای اینکه دیگه بهتر از من میدونین که اگر تجارت اصلی نباشه چقدر باید، به قول این کندی که کاندیدا شده بود، میگفت دولت های ما رو دارن شرکت ها و سازمان های نظامی تسلیحاتی تعیین میکنن. این واقعیته. خب اینها باید اینا رو ساکت نگه دارن، اگر جنگی نباشه این تسلیحات کجا بره؟ بشریت اینا رو وادار میکنه که اگه میخوان تجارت هم بکنن مسیر تجارت خودشون رو تغییر بدن و اینو آدم میبینه در قامت این جوان هایی که همه جای دنیا بلند شدن. ممنونم. ما خب همونجوری که توی فرمایشاتتون بود، از یک طرف یک جامعه جهانی رو داریم و مردمی رو داریم در سطح خیابون‌ها در سر تا سر جهان که کنار فلسطین ایستادن، کنار مردم غزه وایستادن، اما سمت خودمون رو که نگاه میکنیم، کشور خودمون، مردم خودمون، هموطنان خودمون، متاسفانه مخصوصا در شبکه های مجازی صحبت هایی میبینیم، نوشته هایی میبینیم که خب تأسف برانگیزه، مخصوصا خب افراد، سردمدارانی که خودشونو مخالف جمهوری اسلامی میدونن و اپوزیسیون میدونن،
خب اینها صحبت هایی می کنند از این قبیل که در کنار اسرائیل ایستادن، در کنار سیاست های اسرائیل ایستادن و هنوز هم هستن و صحبت می کنند. میخواستم نظر شما در این رابطه بشنوم، ببینم واقعا مشکل کجاست، ریشه این اصلا ما فرهنگ مخالفتمون جا سرکار خانم محمدی ببخشید، انگار فرهنگ مخالفتمون هم یه مقدار مشکل داره. یعنی ما از مشروطه به این ور نگاه میکنیم، انگار بلد نیستیم حتی ابراز مخالفت کنیم با یک مسئله ای. و حالا خب صحبت های زیادی میشه از تحلیلگران مختلف که میگن از خشم جمهوری اسلامی خیلی اومدن پناه آوردن به اسرائیل، اما خب یه چیزی که واضح و مبرهمه و خب این جنایات هر روز داره فیلماش بیرون میاد، عکساش بیرون میاد و میخواستم نظر شما رو در این رابطه بشنوم. چرا اصولا اپوزیسیون جمهوری اسلامی بدین شکل عمل میکنه و در این تقابل حق و باطل ترجیح داده کنار باطل بیسته؟ شما یه نکته خوبی رو اشاره بار رد شدین که این خیلی جای بحث داره، گفتین که ما نوع مخالفتمون هم ایرونی ها فرق میکنه. یک نکته اینجا من دلم میخواد بگم راجع به همین مفهوم اپوزیسیون. مخالفت با حکومت در ایران نه امروز، از قدیم یه شکل میشناسه، سرنگونی، براندازی، در حالی که شما این تو غرب فکر میکنم زندگی میکنید، اینجا مثلا اگر از این دوتا حزب عظیمی که هست حالا یکیشون حکومت رو نتونه بره تو دولت یا نتونه در حالی که تو پارلمان هم نشسته، اپوزیسیون محسوب میشه. چرا؟ چون میخواد ترکیب دولت رو به نفع خودش بکنه دیگه. به این معنا، به این معنا اپوزیسیون ما نداریم در ایران. گفتن این که چرا اگر اصلاح طلب ها یک دست باشن و یک اصلاح طلب ها چون نمیخوان سرنگون کنن اپوزیسیون هم، و تا اونجایی هم که من میدونم کنار اسرائیل نمی ایستن، گرچه خیلی وقتا سکوت کردن، در واقع مثل همین به عهده گرفتن و در کنار ایستن خیلی ها نمی کنن به خاطر فضایی که شما گفتید که مردم میگن. ما تو اصولگرا هم داریم، مثلا آقای احمدی نژاد هم هستن که سکوت کردن، قبول ندارن که اپوزیسیون هستن، ولی اونا هم اپوزیسیون، بله آقای احمدی نژاد الان اپوزیسیونه. چرا؟ چون میخواد بره تو حکومت، براندازی هم نمیخواد بکنه، میخواد بره تو حکومت. خب ولی به قول شما سکوت کرده، چرا؟ برای اینکه این فضای واقعا عوامیگری، چگونه بگم، همین که ما فکر میکنیم وقتی با سیاست‌های جمهوری اسلامی مخالفیم، وقتی من سر مسئله حجاب مسئله دارم یا سر آزادی‌های مثلا سیاسی یا سر، باید حکومت سرنگون بشه، پس میشن برانداز. اون وقت این اشتباه هم پیش میاد بر خیلی از ما که گرده چهار تا مثلا سلبریتی حالا یا هنر یا ورزش یا اینا رو با فرزند مثلا شاه سابق ایران یه جایی جمع میشن عکس میگیرن، این میشه اپوزیسیون. چنین چیزی نیست. اینها کسانی هستن که اصولا اگر ازشون سوال بکنین در مورد موارد ادعای خودشون هم نمیدونن. وقتی به کوروش و داریوش پناه میبرن، چون اگه بگین کوروش کی بود داریوش کی بود، نمیدون. اینها رو ما زندگی کردیم، دیدیم. بنابراین اپوزیسیون ایرانی تا اونجایی که من میدونم، اونایی که به نظر من اونایی که برانداز هستن دارن ناراحتی خودشون رو بدون توجه به فضای ایران، منم از جمهوری اسلامی دل خوشی ندارم، ولی من ایران رو یک پدیده جدا از کل جهان نمیدونم. من فکر نمی کنم اینی که من میگم رو خودم نمیگم، کسانی که مثل من فکر میکنن جریان های سیاسی اینا زیاد هستن، میدونن که الان در ایران سرنگونی کردن، براندازی کردن هیچ نه تنها چیزی عاید مردم نمیکنه، بلکه ایران رو به دست بیگانه ها میده. بنابراین اپوزیسیون واقعی که میخواد اصلاح بکنه، که باید به نظرم اپوزیسیون اصلاحگر باشه نه انقلابی و طغیانگر، اونها کنار اسرائیل نایستادن. اشتباهشون اینه که شرکت فعال نمی کنن در این فاشگویی، در محکوم کردن این جنایات، در محکوم کردن این نسل کشی ایران. و اینو باید بپذیرن که ایران به عنوان یک کشوری در منطقه، ایران یه جوری وظیفه داره
که توی این مبارزاتی که در منطقه هست این وظیفه رو انقلاب 57 رو دوش ایران گذاشته، کجا بایسته؟ خب ما میدونیم چرا اسرائیل به وجود اومده. اسرائیل به درستی بعد از مدتی که انگلستان ضعیف شد و امریکا قدر قدرت شد، استان 51 یا امریکا نامیده، ایالت 51 به امریکا نامیده شده، این درسته. بنابراین حضور اسرائیل در منطقه ما اساسا برای تهدید مردم منطقه، حالا چه شیخ ها و امیران عرب که به منافعشون به امریکا بستگی داره و از ترس مردم خودشون، اگر هم در آشکار نه در نهان رابطه داشتن با اسرائیل، یا حتی ایران قبل از انقلاب که لقب ژاندارمی منطقه رو با افتخار پذیرفته بود، خب اینا همه همون شرایطی بود که امریکا میخواست. و به نظر من حالا با انقلاب 57 اتفاقی که افتاد، ایران استقلال سیاسی شد، بارزترین از نظر من حاصل انقلاب بهمن که هنوز پا برجاست استقلال سیاسی ایرانه. برای حفظ همین استقلال سیاسی، مردم ایران که از واقعا دخالت‌های بیگانه ضررهای تاریخی دیدن، باید بدونن که حضور ایران در مقابل جلوگیری از گسترش نفوذ رژیم تل‌آویو که رهبرانشون خودشون از نیل تا فرات صحبت میکنن و به ازای یک سری روایت‌های افسانه‌های در کتاب‌های مذهبی فکر میکنن هم قوم برگزیدن و اینا حکومت برگزیده جهان رو میخوان ایجاد بکنن. بنابراین و الا آمریکا دلش برای یهودیان نسوخته، کما اینکه بسیاریشون رو راه نداد و این عده‌ای که در فلسطین اوائل قرن 19 اومدن، اواخر قرن 19 اومدن، از دست اروپای شرقی ها فرار میکردن میومدن. بعد از جریان هولوکاست هم راهشون نداد، با کشتی اومدن خودشون رو رسوندن به این سمت دنیا. بنابراین آمریکا منافع خودش رو از طریق یک حکومت دست نشانده میخواد در منطقه مستولی بکنه به همه. و خب ایران الان تنها قدرتیه در منطقه که استقلال سیاسی داره. این نقش کمی برای ملت ایران نیست، چه بخشی از مردم ما تحت تاثیر مشکلاتی که دارن با حکومت. اینو بدونن چه ندونن، در تاریخ اینا برگ‌های درخشانی از زندگی مردم ایرانه. بنابراین این که یک عده‌ای کنار اسرائیل رو میزنن و توی فضای مجازی حرف میزنن، اینها واقعا هیچ کسن. یعنی اینا دو نفر رو اگر تونستن یه روز بگن 100 نفر بیاد تو خیابون به حرف اینا، اگر تو ایران که شروع شده اون بگه اینا من گفتم، اون بگه من گفتم، بیارن تو خیابون، اون موقع میتونن صحبت کنن که اپوزیسیون 100 تا هم مثلا نیرو دارن. فکر خانم محمدی، خیلی وقت اصلا بحث فلسطین هم نیست، یعنی صحبت مثلا اسرائیل میشه با ایران، یعنی صحبت ایران میشه اصلا تمامیت ارضی ایران، منافع ملی ایران، اصلا فارغ از هر رژیمی که رأس کاره. من مثلا میدیدم، رصد میکردم در رابطه با از ترور سردار سلیمانی به این ور و همین ترور اخیر کنسولگری ایران در دمشق، اینا شادی میکردن، یعنی رسما در کنار اسرائیل وایساده بودن، در صورتی که اصلا صحبت فلسطین هم اینجا مطرح نبود. یعنی یک طرف اسرائیل بود، یک طرف ایران. در مسائل دیگه مثلا در رابطه با ترور سردار سلیمانی، یک سمت آمریکا بود، یک سمت ایران، یعنی در تقابل مستقیم کشورشون بود با یک کشور اجنبی. اما خب اینها رسما کنار یک کشور اجنبی ایستادن و خوشحالی کردن. شما فکر میکنین در افغانستان وسایل ورود آمریکا رو و اونها رو جز افغانیایی که در آمریکا بودن به اونها مشاوره میدادن، حرف میزدن، اونها فراهم نمیکردن؟ میکردن. اپوزیسیون ایرانی خوشبختانه با سلبریتی هم و فضای مجازی، پهلوان های فضای مجازی، ولی تو هر کشوری هستن کسانی که علیه منافع کشور خودشون میخوان اقدام بکنن یا اقدام میکنن. منافع شما مالی و مادی رو دست کم نگیرید. وقتی یه خبرنگاری پا میشه میاد، بعد یه دفعه به صدها هزارها میلیون دلار مجهز میشه با هیچ که اومده و با اون همه سرخوردگی، اینا رو خب از هر انسانیش نمیتونین توقع داشت. کسانی بسیار کمتر از اینها خودشونو واقعا تفویض میکنن در مقابل منافع کشورشون به یه گذران ماهیانه زندگیشون.
و انسانهایی که از سرزمین خودشون کنده شدن باید خیلی مراقب باشن که از ریشه قطع نشن، بتونن اصالت خودشون رو حفظ بکنن. چنین نگاهی که شما بینید روزایی میدونین که توی آمریکای کوبایا، توی ایالت دیگه منم حواس ندارم، همیشه دارن تظاهرات میکنن علیه حکومت کوبا که هیچ کاری علیه امریکا نکرده، جز اینکه در باتیستا رو بیرون کرده که دیکتاتور بوده. اینا کوبایایی هستن که اونجا میان این کارا رو میکنن. یا خیلی وقتا فشار میذارن رو دولت آمریکا که کوبا رو تحریم اقتصادی کنن. اینجوری نیست که ایرانیا مثلا تو این قضیه خیلی، حالا نه، نیچه میگه اهل قوقا صداشون خیلی بلنده و اون چیزی که اونا با صدای بلند بگن شما با منطق نمیتونین تفهیم کنید، جز زیلی واقعیت چیزی وجود نداره که در نوشتن در فضای مجازی مرگ بر این و مرگ بر اون. اگر مبارزه بود که آمریکا، مدیای آمریکا، رسانه آمریکا خدای این قضیه هستن، چرا میرن بدون یکی که کشورهای دنیا رو میذارن تو جیبشون؟ چنین نیست. ما هم نباید باور کنیم که ایرانی ها، گاهی هم میگن ایرانی ها میگن آمریکا به ما حمله کن. ایرانی ها گرون شدن گوشت رو وقتی میبینن به فکر حالا هموطنهای دیگه شون که ندارن میفتن، وقت راضی هستن که آمریکا حمله کنیم مثلا پای بچه همسایه قطع بشه. نه، چنین چیزی نیست. بخشیش چون ما خب اذیت میشیم از شنیدن این رفتار واقعا سبک سرانه و بیمعنی، باید مواظب باشیم تو ذهن خودمون تعمیمش ندیم. روز قدس که برگزار شد خب شما هم دیدین اون جمعیت رو دیگه. بنابراین واقعیت رو زمین میگذره، نه در فضای مجازی، نه ادعاهای این و اون. در واقع اینها بیشتر سرصداشون زیاده و به یک، حالا عامیانش اگه بخوایم بگیم، لات کوچه خلوت هستن. اصلا میدونید ما نمونه رفتار اینا رو شما هم شاید به خاطر داشته باشین که سال 2001 جریانی بود اینجا، یه کنفرانسی بود که خب توی خانه فرهنگ های جهان برگزار شد، 1500 نفر آدم اومده بودن که حرف که گوش کنن ببینن اینا که از ایران اومدن چی میگن. حالا 100 نفر به زحمت 100 نفر که از توی خیلیشون از توی کمپ ها با اتوبوس، این 100 نفر سالون رو به هم ریختن، پلیس اومد، اون رسوایی ها درست شد که دیدید همه تو سالون. کنفرانس برلین رو منظورتون؟ بله، یعنی معدود میزدن مردم، همی کردن اینا، ولی اینا تا آخر سر دیدن که خب بهتر لباس های خودشون مثلا درارن لخت مدرزاد بشن. صد نفر نبودن دیگه، من سر 3 روز اونجا بودم دیگه، 100 نفر نبودن. اهل قوقا صداشون بلنده و جلب توجه میکنن، اما اینکه کاری میتونن انجام بدن، نه، کار اون کسی انجام میده که حاضر باشه یه سیلی بخوره برای اعتقاد خودش، و اینا نیستن اینجا به هیچ وجه. ممنونم، زمان برنامه هم رو به اتمامه، اگر صحبت پایانی، نکته پایانی دارید بفرمایید. ممنونم ازتون. ما باید امیدوار باشیم به نسل جوان هم در ایران. من هر روز من میبینم روی یوتیوب نگاه میکنم، میبینم تعداد جوانهای ایرانی با تیپهای مختلف، فرهنگهای مختلف که در صدد دفاع از کشورشون و منافع میهنشون هستن، هر روز داره زیادتر میشه. وقتی اتفاقی مثل روز قدس میفته باید بدونیم که آره، ناراضی تو ایران هست، ولی ناراضی ها هم اونایی نیستن که خواهان به اصطلاح به هم ریختن ایران یا باج دادن به غرب و اسرائیل باشن. باید امیدوار باشیم به نسل جوان ایران و جهان، و مسلماً اگر ایران، اگر حکومت ایران موفق بشه، اگر هم نداره باید موفق بشه که اوضاع واقعا اسفبار اقتصادی رو، چون ایران که ترکیه نیست، ایران منابع داره، ایران به هر حال کارورز داره، آدم های فرهیخته داره، اگر بتونن کنترل کنن این اوضاع اقتصادی رو و بتونن بکاهن، از جوان هایی هستن که اصلا تیپ حزب اللهی نیستن ولی کشور رو دوست دارن، اصلا نمیخوان که ایران تکون بخوره، همه چی باید هوای این جوان ها رو هم داشت، نه فقط کسانی رو که حالا حزب اللهی محسوب میشن یا متدین خاصن. نه، ایرانی ها کشورشون رو دوست دارن و من فکر میکنم میشه، حکومت باید سعی خودش رو برای تفاهم با مردم بیشتر بکنه و امتیازات بیشتری به مردم بده در نحوه
زندگی و زیستشون همیشه تو این کشور آدم، یعنی گاهی وقتا اینجور شده که آدم حس میکنه حکومت اومده مثلا این مردم ایران مسلمون کنه. خب این مردم مسلمون بودن، ما خودمون که تو ایران بزرگ شدیم زندگی کردیم، بودن به ترتیب خودشون. یه خورده نباید خشم مردم رو دامن بزن. من فکر میکنم ایران ناچاره و محکومه که به سمت اصلاح امور پیش بره و دنیا هم به هر حال کم و زیاد به همین طرف. من به نظرم خیلی درست و به جا اشاره کردید، به ویژه در رابطه با نسل جوان، چون معدود افرادی هستن که خب مزدوری میکنن، در قبال مزدوریشون دارن پول میگیرن، ولی اکثریت این افرادی که این واکنش ها رو ازشون داریم میبینیم که خیلی هاشون هم من میشناسم و شخصا خصوصی خیلی باهاشون صحبت کردم، از روی ناآگاهیه. بله، یعنی اینها به نظر من تبیین نشدن یا مثلا آگاه نشدن، باهاشون صحبت نشده و متاسفانه این واکنش ها رو ازشون میبینیم. چرا که اگر صحبت باهاشون میشد، اگر میتونستن اینها درباره مسئله حتی همین فلسطین و رابطه فلسطین و منافع ملی کشورمون هیچ صحبتی نشده، یعنی در بخشی از این مسئله خود جمهوری اسلامی و فعالیت رسانه‌ای و فرهنگیشون هم بسیار تاثیرگذار بوده و مقصرن در این زمینه. ببینید یه اشاره‌ای شما کردید، امیدوارم وقتتون رو زیاد نگیرم. نه، خواهش می‌کنم بفهمید. این مسئله سوریه رو نگاه کنید و داعش. آدم هایی که ادعای مبارزه سیاسی دارن، آزادی خواه بودن، بین اینا هنوز میگن ایران به سوریه تجاوز کرد یا ایران چه کار داره تو سوریه. بابا جان، داعش که همه پروندش جلوی شماست که یک دونه تیر به سمت اسرائیل شلیک نکرده یا به امریکایی ها، سنی های غیر سلفی که رو میکشه که هیچ، شیعه اصلا خوراکشه، اصلا چربترین لقمه ای که اون میخواد برداره شیعه است. ایران یک کشور شیعه است، شما بخواین یا نخواین. خب این که ایران اگر اون نمیرفت و حریف داعش نمیشد که این طبیعی بود. مگه تو ایران چند تا عملیات نکردن؟ الان امپراتوری داعش توی منطقه ما باید مردم منطقه رو واقعا از زندگی سیر کرده بود. تمام مردم این منطقه به ایران مدیونن و به درجاتی به روسیه به خاطر اقداماتی که علیه داعش کردن. حتی اروپا حملات تروریستی داعش از قلب پاریس رسیده، از همه بدبختی هایی که میکشن. من بهشون اینو گفتم یه جای دیگه، ولی دلم میخواد تکرار بکنم. بین سیاسیونی که من در اینجا دیدم، کسانی که سالها کار سیاسی کردن، کتابم خوندن، اینا تو این جنگ فکر میکردن که الان که بعد از 7 اکتبر وقتی باشون صحبت میکردی، اینا فکر میکردن که حماس یه جریانیه در غزه، در غزه انتخابات کرده، در تقلب هم کرده، در غزه برنده شده، و اصلا نمیدونستن که حماس انتخاب تمام مردم فلسطین بوده، کسانی با سن بالا. نمیدونستن که غزه بخشی از فلسطینیه که حماس در 70% آرا رو در همش آورده. خب وقتی اینو نمیدونه فکر میکنه یه گروه تروریسته، تروریست که تو مملکت خودش که اشغال شده داره عملیات میکنه، یا اسرائیل که همه جای دنیا عملیات انجام میده. خیلی ها نمیدونن به قول شما، و متاسفانه سیاست رسانه‌ای جاری جمهوری اسلامی هم درست نبوده. زبان مفاهمه با همه اقشار مردم رو نداره، قشر خاصی رو مخاطب قرار میده و این به زیان همه ایناست. دقیقا. ممنون از شما سرگرم خانم ملیحه محمدی که امروز حضور داشتید در برنامه و دعوت بنده رو پذیرفتید. شخصا خیلی استفاده کردم و خیلی خوشحال شدم از حضورتون در برنامه، و امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم از شما در برنامه استفاده کنیم. بازم تشکر میکنم از شما و از همه بینندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید. از شما هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.